احکام ویژه قرآن. قرآن کریم یگانه معجزه ماندگار پیامبران الهی، کتاب سعادت انسانها و کلام مقدس پروردگار با بندگان خیش است. تلاوت و تدبر در آیات هدایت بخش آن مورد تأکید دین اسلام و احترام و تکریم آن وظیفه هر مسلمان است. بنابراین در بخش‌های مختلفی از رساله توضیح المسائل به احکامی ویژه قرآن برمی‌خوریم که در این درس به مواردی از آنها اشاره می‌شود. مستحب است برای همراه داشتن، خواندن و نوشتن قرآن و نیز برای لمس جلد و حاشیه آن با طهارت باشی، ولی برای تماس بدن با کلمات قرآن یا اسماء متبرکه با طهارت بودن واجب است، یعنی باید وضو بگیریم یا اگر غسل بر عهده ماست غسل کنیم. ترجمه قرآن این حکم را ندارد، ولی نام خدای متعال به هر زبانی باشد شامل این حکم خواهد بود و ترجمه اسامی متبرکه نیز به احتیاط واجب همینطور است. اگر کودک یا کسی که عاقل نیست به قرآن دست بزند، در صورتی که کار او بی احترامی به قرآن نباشد، جلوگیری از او لازم نیست. کسی که غسل جنابت یا حیض و نفاس بر عهده اوست، نباید آیات سجده واجب قرآن و طبق فتوای بعضی از مراجع تقلید هیچ بخشی از آن چهار سوره سجده دار، یعنی سوره های سجده، فصلت، نجم و علق را بخواند. همچنین خواندن بیشتر از 7 آیه از سوره هایی که سجده واجب ندارند و همراه داشتن، رساندن جایی از بدن به جلد، حاشیه و بین خطوط قرآن برای او مکروه است. اگر انسان آیات سجده قرآن را بخواند یا بشنود، واجب است سجده کند. البته سجده واجب قرآن را بدون طهارت نیز می توان به جا آورد. مستحب است برای راحت شدن محتضر بر بالین او سوره مبارکه یاسین و صافات و احزاب و آیت الکرسی و آیه 54 از سوره اعراف و 3 آیه آخر سوره بقره، بلکه هرچه از قرآن ممکن است را بخوانیم. همچنین تلاوت قرآن برای اموات و کنار قبر آنها مستحب است. غیر از 4 سوره‌ای که سجده واجب دارد، تلاوت قرآن در نماز مستحب بوده اما در سجده مکروه است. اگر نوشته قرآن یا اسامی متبرکه شامل نام خدای متعال، پیامبر و امامان علیهم السلام در جای نجسی بیفتد، بیرون آوردن و تطهیر آن واجب است. تربت مقدس سیدالشهدا علیه السلام نیز همین حکم را دارد. و اگر قرآن یا اسامی متبرکه با مرکب نجس نوشته شد، باید آن را آب بکشیم یا با تراشیدن یا پاک کردن آن را از بین ببریم.